تنان دست بزنید پا بکوبید ایده سعیده گل ستان شده دشت و چمن بس یه گل و لاله دمیده باز عید اومده و عید اومده و فصل بهاره باز عید اومده و عید اومده و فصل بهاره از بر رفیقان وطن دل بیقراره از بر رفیقان وطن دل بیقراره ای دست و بهاره شهر لاله زاره ای دست و بهاره ساز و می به کاره ای دست و بهاره ای دومد من چه کنم دورم از وطن چه کنم ای دومد من چه کنم دورم از وطن چه کنم خواهم که ببینم رخ خوبان دیارم خواهم که ببینم رخ خوبان دیارم بی دیدنشان سال نو آید به چه کارم بی دیدنشان سال نو آید به چه کارم ای دست و بهاره درود بر شما علی فرهمندم از طریق تلویزیون پیام جوان ما رو مشاهده میکنید امروز نشست و گفتگویی با آقای رستگار نژاد ترانه سرا آهنگساز و نوازنده سطور داریم ایشون 216 ترانه گوناگون رو ساختند ترانه هایی چون مهتاب شب بود بیابان بود هوس باز آمد پیام رقیب و بسیاری دیگر ترانه هایی که جاودانه شدند. آقای رستگار نژاد سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرا شدید. آقای رستگار نژاد با حافظه بسیار قوی شما و دانش شما در زمینه موسیقی سنتی و موسیقی غرب همچنین و آشنایی شما با حافظ و سعدی و دیگران سوال کردن رو به نوعی مشکل میکنه و
فکر میکنم که شاید بهتر باشه که با این سوال آغاز کنم که در چه سنی شما متوجه شوق سرودن در خود شدید و خانواده در این میان چه نقشی داشتن؟ احتمال داره، احتمالم نیست، شاید درست باشه که من از بچگیم خانوادمون متاسفانه به علت مذهبی بودن رادیو ما نداشتیم، توی خونه قدقن بود رادیو و همسایه من که سر کوچه ما بود ارمنی بود، گاهی خانمی بود پیانو میزد و وقتی صدای پیانو من میشنیدم اصلا پام سست میشد، نمیتونستم دیگه حرکت کنم، من اینکه موسیقی نشنیده بودم، کم شنیده بودم. به طوری شده بود که بچه ها گویا به معلمم گفته بودن که وقتایی که من دیر میرم همسایم رو پیانو میزن، هر وقت دیر میرفتم میگو باز همسایتون پیانو میزن. این است که این محرومیت باعث شد که من علاقه بیشتری نسبت به موسیقی پیدا کنم و سال سوم ابتدایی یه معلمی داشتیم یادش گرامی، آقای حسینی، که بعدها سالها گذشت که من اینجا دیدمش. این آقای حسینی سال سوم ابتدایی معلم موسیقی ما بود که شروع کرده بود. این در اون موقع یادم میاد که به موقع امتحانات و اینا رسیده بود، به من گفتش که تو خیلی خوبی و اگر یه سوال ازت بکنم اونو جواب بدی بهت 20 میدم جلوی همه. گفتش که سولفژ چیه؟ منم بهش گفتم که سولفژ یعنی این که شما وقتی میگید A یا B یا C، اون موقع میگفتیم البته دو ره می فا، گفتم صدای خودش باشه، نه بگیم دو ولی صدای مثلا ره باشه یا می باشه. بعد گفتم، بعد یادم بود که یه روز خودش یه چیزی خونده بود، بعد گفتش که من اون وقت اضافه کم گفتم که اون چیزی که شما اون روز برای ما راجع به سولفژ خوندین اون آهنگو من حفظم. گفت جدی؟ گفتم بله. گفت من بهت گفتم 20 میدم ولی اگر نخونی درست نخونی بهت 0 میدم. گفتم خیلی خوب و شروع کردم خوندن و جالب اینه که هنوز یادمه و اون این بود: فا فا دو ره می فا فا لا سول فا می فا لا لا سی لا سول فا سولا فا. و اینو تا من خوندم این مرد چنان احساساتی شد، منو برداشت گذاشت رو میزش، گفت برش دست بزنید تو امتحان. از اونجا این مرد مشوق من شد و به من گفت، همون موقع بابک رفته بود بصیریان، معلم مدیرمون گفته بود که این بچه استثنائیه. شاید گفته او، شاید خود من، اینا باعث شد که من خیلی علاقمند شدم به موسیقی. خب میدونم که در ابتدای تأسیس رادیو ریاست قسمت موسیقی با آقای مینواشیان و همینطور سروان آژنگ بود و یک تیم 10 نفری که نوازندگان رو قبل از اینکه به رادیو راه پیدا کنن امتحان میکردند و بسیار با دقت و گویا در زمینه ترانه سرایی هم شورای نویسندگان مسئولیت این مهم رو به عهده داشت. این شورا چه کسانی در اون بودن؟ بله، خود من عضو اون شورا بودم. بله. و شما در چه سنی و به چه وسیله وارد رادیو شدید؟ خب ما یه گپی افتاد بین اون علاقه من به موسیقی و چگونه من با موسیقی آشنا شدم و شاگردی که بودم، اینا اشکال بعدم میپرسید البته. ولی خب من 18 سالم بود که وارد رادیو شدم و در اون موقع هنوز عضو شورای نویسندگان نبودم ولی ترانه میساختم. اولین ترانه رو هیچ وقت یادم نمیره، برای خانم غزال ساختم. اون موقع رادیو ایران در جاده قدیم شمران بود، در گلوبندک نبود. بله. و ترانه سران باید میرفت و زندن پخش میشد، نوار نبود اون موقع.
و من از اون موقع شروع کردم با رادیو همکاری کردم و ترانه های شاید 12-13 تا ترانه برای خانم غزال ساختم. تو اینا یه چند تایش معروف شد، مثل شبهای میگون که آهنگش هم مال خودم بود که بعدها که استادم سرخوش به هم نوازندگی و خوانندگی اینا یاد داد، اون آهنگش هم من ساختم. حالا که صحبت از نوازندگی کردید، ممکنه پس صحبت از نوازندگی هم به میون آوردید، میخواستم یه توضیح هم راجع به این که این ساز رو، ساز سنتور رو چطور آموختید. استاد واقعی من پدر این آقای راهیم سرخوش بود و چون او خودش هم سنتور میزد، ولی خود استاد ابراهیم سرخوش تار میزد، ویولون میزد، دنبک میزد، خیلی آدم پروفشنالی بود. ولی به من گفت، وقتی گفت چه سازی میخوای یاد بگیری، گفتم سنتور، بعد گفت پدرم بده. این بود که من با پدرش کار میکردم. در ضمن این که من همون موقع که از 13 سالگی شروع کردم ببخشید و موقعی که 14-15 سالم بود، شعرام توی مجلات پخش میشد و چاپ میشد. این بود که سرخوش من گفت میخوای یه ترانه بسازی برای من؟ گفتم بله. چرا؟ این بود که اولین باری که من ترانه ساختم رو آهنگ سرخوش بود. بعد از مدتی دیگه تکرار شد اینا، تا اینکه یه روز خودم یه آهنگ و شعری در سگاه ساخته بودم. هنوزم اون موقع نوتم قوی نبود، ولی خب اومدم به استاد گفتم که من یه، گفت بخون ببین. وقتی خوندم اصلا مات بود، گفت عجیبه اینا، و دادیم به آقای احمد ابراهیمی خوند. هیچ وقتی بله بود. اون اولین ترانه بود که آهنگ و شعرش از خود من بود. ولی بعد دیگه البته یکی دوتا دیگه ترانه که آهنگ و شعر مال من بود خانم غزال خون، منتها دیگه بعدش من پام به رادیو باز شد. از آقای ابراهیم سرخوش شما صحبت کردید، ایشون کار و صدای خانم روح‌انگیز رو بسیار دوست داشت. شما آیا کارهایی هم با خانم روح‌انگیز انجام دادید؟ نه، روح‌انگیز آخره کارهای روح‌انگیز بود و اوله کارهای من. بله. روح‌انگیز اولا که هیچ وقت ترانه جدید نمیخوند، ترانه قدیم بخوند، ولی خب اغلب با هم بودیم به خاطر اینکه استادم با او کار میکرد، حتی در کافه هم باهاش کار میکرد، با اینکه استاد هیچ وقت دوست نداشت تو کافه بزنه، ولی به خاطر خانم روح‌انگیز میرفت میزد. در اشعار فارسی به علت محدودیت هایی که در هنرهای دیگه در کشورمون وجود داشت، شاعران ما طی قرن ها کار تئاتر و نمایش رو هم در شعرشون انجام دادن. فرضاً وقتی که شعر فردوسی رو میخونیم، غرق شخصیت های اون میشیم و این تصویرگری در ترانه سرایی کم بود، بود ولی کم بود، و در شعرهایی که شما بر ترانه های مختلف گذاشتید، این تصویرسازی و تصویرگری، تصویرگری رو بیشتر از ترانه های دیگه میبینیم. فرضاً در ترانه شب بود، بیابان بود، زمستان بود و بقیه ماجرا، کاملا داستانی زیبا رو شما برای ما تصویر میکنید. چگونه است که شعر شما با دیگران متفاوته؟ یه روزی که من دیگه وقتی که وارد رادیو شده بودم و با اون موقع با عباس شاپوری کار میکردم، متوجه شدم یه روز که این ترانه ها بسیار تکرار مکررات و خسته کننده است. مثلا تا دلتون بخواد راجع به دل صحبت کردن، تا دلتون بخواد اشکم دامنم رو تر کرد، نمیدونم فلان شد. من همون موقع فکر کردم نه،
این نمیتونه اینجور ادامه داشته باشه. اولین بار امتحان کردم و برای دریای خزر برای پوران ساختم. این بود چوره صد موجی بر ساحل آهسته بر میگردد از نو سوی دریا و دو چشم خود میبینم پرده ای از مرگ و زندگی در این دنیا. و این ترانه خب برای خیلی جالب بود، به خصوص برای همکارای من و اینا که دریا شده. خود خالدی که از همه اینا بیشتر به من نزدیک بود، مهدی خالدی، اون مثلا از کسانی بود که من میگفت آقا دریا چرا ساختی فلان. بعد که برای همین دو خالدی ترانه ای ساختم به نام دختر گلفروش که الهه خوند، خالدی تازه متوجه شد که چقدر در مورد من اشتباه کرده. بعد دیگه بیشتر ترانه های من به عنوان صورتگر ترانه ها میشناسن و اولین کسی بودم که این کار رو شروع کردم. بعد طلوع خورشید رو برای پوران ساختم به نام طلیعه. از افق سر کن برون خورشید تابان یک دم الاخر. بعد نقاش برای پوران ساختم. میسازم یک بار دگر ز تو تصویری همچو قمر، رخ ماهی کشم و گاهی برارم از دل آهی. نقاش بود مثلا. همینطور ادامه دادم تا اینکه دیگه معروف بینید. بعد شانه رو ساختم که اون دیگه سرصدای عجیبی کرد. رقیب ساختم برای پوران، نه این رقیبی که ویگن بر ویگن ساختم، نه پیام رقیب، نه، یه رقیب ساختم که اون برنده ترانه سال شد و پوران میگفت هر جا میرم من بخونم میگه این رقیب رو باید بخونی، تو بیا با من باش که ببینن هی به من میگن شاعرش دیگه. و اون این بود، شنم شما شنیدید یا نه، رفتی آخر ای رقیب من، بله حبیب من، در آرزویم که قصه و غم تو را کند بنیاد، یارم را گرفتی از دستم الاخر. و اون دیگه اون ترانه ها کار خودشو کرد و در مورد من خیلی ها تونستن به قضاوت بشینن که بعد دیگه همین چیزی که من هیچ وقت یادم نمیره، یه شبی سر پل پرویز یاحقی دیدم، گفت ناصر امروز منو یه خانومی که دوستمه 8 ساعت نشسته بودیم راجب این ترانه پیام رقیب تو صحبت میکنم که تو چی گفتی؟ اونش که برای ویگن ساختم جان تو جان او، ای رقیب ای گفت، میگفت هی ما با هم بحث و جرم میکردیم. و اینا خلصه چیزایی بود که به اصطلاح شاید پایه‌گذارش من بودم. دوست داریم بیشتر از آقای شاهپوری و خانم پوران با اون صدای مخملیش بشنویم. بله، پوران اولا بی‌گزاف، من با خواننده‌های زیادی کار کردم، پوران یه چیز استثنایی بود حقیقتا. بی‌گزاف دو بار ترانه رو میخوندم حفظ بود و بعد اجراش میدونست چیکار کنه و در موسیقی و ریتم بی نظیر بود. همونطور که بهتون عرض کردم پوران استعداد عجیبی داشت و حقیقتا میگم خیلی خیلی استثنایی بود. من با هیچ خواننده ای کار نکردم که اینقدر به قول معروف برام جالب باشه که این دختر چقدر سریع یاد میگرفت. و یادم میاد که یک شب موقع حکومت نظامی بود و ما انقدر من و عباس مشغول بودیم، شوهرش عباس شاپوری، مشغول کار بودیم که برای ترانه میساختیم که یه مرتبه من متوجه شدم که ساعت 11:30، خانه اینا نزدیک دانشپشت دانشگاه بود، خونه من نارمک بود. من دیدم نمیرسم که این نمیرسم. گفتم ای بابا من بلنشم برم. اینا گفتن نه بمون شب اینجا. من موندم. حالا این دهنده صبح که بلند شدم اینا دیدم یه خانم اومد گفتش که خوب خوابیدی، نگاه که اینا پوران نیست، نگو این توالتشو که پاک کرده بود اصلا نمیشد شناختش. هیچ یادم نمیره.
و خب بسیار خوش توالت بود، بسیار با استعداد بود. حالا برای اینکه به شما بگم که یه ماجرایی، آقای ناصر خدایار که هم در رادیو بود و هم مجله‌ای داشت به نام سپید و سیاه، ایشون یه روز دیدم یکی از دوستان من مجله سپید سیاه گفت ناصر دیدی داد پوران راجع به تو صحبت کرده. این موقع بود که من از پوران رنجیده بودم، دیگه کار نمی‌کردم. رنجشم هم خواهم گفت براتون. بعد گفتم نه. گفتش که بیا ببین چی نوشته اینا. من نگاه کردم که خدایا ازش پرسیده تو همیشه همه ترانه ها تو رستگار نجات چطور شده که حالا دیگه با هم کار نمی‌کنیم. گفته بود که بله، رستگار نجات بهترین ترانه ساز است که من میشناسم، اما فراموش نکنید که این من بودم که خوندم اینا، که کاملا درست میگفت، حق با او بود. خواننده خیلی شرطه، شما بهترین ترانه بدید دست یه خواننده بد صدا یا صدای خوشنده نشه، طبیعی است که باری. و اما چرا رنجیده بودم؟ خانم دلکش، اون موقع من برای دلکش ترانه نساخته بودم تا اون موقع، برای هیچکی، برای اینکه پوران به من گفته بود که بیا ما ستا مثل سه تفنگدار، من و تو و عباس شوهرش، با هم کار کنیم، نه تو برای هیچ خواننده‌ای بساز، نه من برای از ترانه سر دیگه میخونم. و خب این ادامه داشت. من فکر کنم در حدود 37-8 ترانه برای پوران ساختم که بعضیش هم آهنگاش مال خودمانه، مثل همین شب بود بیابان بود. ولی خب این طبیعی بود که منم برای هر وقت رادیو به من مینوشت، چون موقع مینوشتن برای که هیچ وقت چیز نشه، هیچ وقت با اینها مثلا مونوپول هم دیگه نشن، مینوشتن که آقای رستگار نجات در ماه شماره مثلا ماه ما خرداد شما با ارکستر شماره دو همکاری کنید، یه وجه که تخش بشه. ولی هر وقت من می نوشتن که با خواننده یا مرزی یا دلکش یا کسی دیگه بودم، من یا مریض بودم یا مسافرت بودم، بهانه می کردم نمی رفتم. تا اینکه یه فیلمی به نام شب نشینی در جهنم می خواستن بسازن، آقایی به نام میساقیه به من تلفن کرد، گفت آقای رستگار جان من به دنبال یه ترانه‌سرای میگردم که هم آهنگ بسازه هم شعر. به من گفتن که شما تنها کسی که هستی این کارو میکنی. گفتم گفت من 4 تا ترانه میخوام برای این فیلم شب نشینی در جهنم. بعد گفتم خیلی خوب. اون موقع این صحبت 50 سال پیشه، بیشتر شاید، 2000 تومان به من دادت برای این 4 تا ترانه. اون موقع من تحصیل میکردم و بسیار احتیاج به مالی داشتم و هرگز نه من از پوران نه از هیچ خواننده‌ای من هیچ پولی نگرفتم. به بیگن یه روز اینجا گفتم، وقتی تلفن کرده بود که تو فهمیده بود که من قلبم عمل کردم اینا، تلفن کرده بود پیام گذاشته بود که تو نباید بمیری، تو باید برای ما بمونی اینا. من عصبانی شدم، اومدم خونه تلفن کردم گفتم بیگن تو تا حالا در ایران 1 تومن بابت این ترانه های به من دادی؟ گفت نه. گفتم کسی که برده تو رو رادیو معرفیت کرده، اون ترانه ها مهتاب و دیگران برساخته، هرگز تو 1 تومن داده بود؟ گفت نه. گفتم خب اینجام که داری میخونی و داری صفحه میکنی پول میگیری به من پولی دادی؟ گفت کنم من برای چی بمونم برای شما ترانه سرم؟ خیلی ناراحت بودم، البته اون قلبم هم عمل کرده بودم. و این واقعا در مورد پولان هم همینطور بود، فقط ترانه رو رادیو پولشو به ما میداد، پول جزئی هم میداد. اون موقع مثلا برای ترانه 100-150 تومن میداد مثلا، اون البته پول اون موقع. باری بعد دیدم این ترانه ها ساخته شد و من برای دلکش ساختم که دلکش تو اون فیلم به جای اون خانم نپیشه چی بود روفیا، به جای او صداشو گذاشته بودن. و بعد من ویگن هم اون موقع تازه باش آشنا شده بودم که حالا داستان مفصلیه، ویگن رو بردم اونجا با دلکش دو صدایی خوندن با هم، کنجه تنهایی با هم. و بعد یه وقت فیلم که پخش شد دیدم پوران تلفن کرد به من گفت خیلی نامردی. گفتم چرا؟ گفت تو رفتی برای دی؟ گفتم دختر قرار بود من برای خواننده های رادیو نسازم، نه برای فیلمی که به من 2000 میده و من فلان.
دیدم که گفت نه تو نامردی کردی. منم گفتم دیگه حالا که اینطوری دیگه اصلا تو پیش خودم گفتم نمیسازم. این بود که گفته بود که خدایا ازش این صحبت کرده بود. حالا بفهمید تو روش. من خیلی خوشحالم که این مسئله رو شما ذکر کردین. به خصوص در گذشته ترانه سرا و آهنگساز آنچنان که شایسته و بایسته باشه توجه نمیشه. من به شما ببخشید طرفتون رو قد نکرده باشم، میترسم یادم بره، سنی ازم گذشته. ببخشید. تمام بلا استثناء تمام آهنگسازا، ترانه سراها، نوازنده ها یه شغلی داشتن. بدون شغل شما نمیتونید با هنر مثل اینجا نبود بله. که شما با هنر زندگی کنید. همه یه کاری جنبی داشتن. بفرمایید. خیلی خوشحالم که الان در حال حاضر بیشتر به نام و شخصیت ترانه سراها و یا آهنگسازها اهمیت میدن. درسته. و مطرح هستن و از اونها ارزش پیدا کرده. بله. به هر حال من خیلی دوست دارم که یکی از آهنگهایی رو که شما با آقای با خانم پوران پر کردید ما پخش بکنیم. فکر میکنم ترانه شب بود بیابان بود رو ما پخش بکنیم. به هر حال این رو شاید اکثرا فکر میکنن شخص دیگری خونده، ولی متاسفانه 4-5 نفر خوندن خرابش هم کردن، به خصوص این آقای شهرام شب‌پره. من یه روز دوستی دارم آقای دکتر اربابی، این اغلب سر به سر من میذاره و تلفن میکنه صداش عوض میکنه که من یه بار یه روز دیدم تلفن شده به من. خب اون میدونست که من از صدای شهرام اینا خوشم نمیاد و تلفن کردش. یکی گفت آقای رستگارنژاد؟ گفتم بله. گفت من شهرام شب‌پره هستم. منم فکر کردم اونه. گفتم منم بهرام نپره هستم. گفت ای شما چیزم ذوق جوگویی هم دارید. گفتم که خب ولی وقتی حرف زد دیدم نه این اربابی نیست. بعد گفت آقا والا من شهرام شب‌پره هستم و تلفن تام از خانم هم. گفتم بله بفرمایید. گفتش که میخواستم این ترانه شب بود بیابان بود شما رو بخونم. گفتم که اجازه بگیرم اینا. گفتم بازم گلی به گوشه جمال شما که حالا تلفن میکنه اجازه بگیرم. اونا دیگه بی اجازه میخونن، حالا پول نمیدن هیچی، اجازه بگیر شعرم هم خراب میکنن. گفت ولی اتفاقا گفت این شعر من میخواستم یه قسمت این شعرم عوض کنی. گفتم اولا که شما اشتباه میکنی میخونی، هرگز اون ترانه رو به زیبایی پوران هیچ کس دیگه نمیتونه بخونه. یک وقتی این حرفو زد. گفتم دوما شعرمو که عوض نمیکنم و بعدم من خواهش کنم نخونه اینا. ولی رفته خونده، خرابم کرده، یه شعر بدی هم گذاشته روش، یه قسمتی شو البته متاسفانه. بفرمایید حالا پخش کنید. بله بله. این رو از پوران پخش میکنیم، گوش کنید. برمیگردیم. شب شد بیابان بود زمستان بود، گورم بود فرمای فراوان بود، یارم در آغوشم خراسان بود، از سردی افسرده و بیجان بود، در پیشم سیمین بر خوشگل، از جسم و جان خود بودم غافل، میشیدم بحرش از جان و دل، می‌بردمش با خود توی مرزه ایسویش از باد و باران گشته آشان آخر بر من و یار با بوسه گرمی به او دادم با لبهای چون خم بر رویم زد لبخم برد آن همه رنج و غم از یادم
آهنگ زیبا رو گوش کردید. از خانم پوران گفتیم و دوست داریم که به سلطان موسیقی پاپمون بپردازیم. آقای ویگن، آشنایی شما با ایشون و ترانه های خاطر انگیزی که شما برای ایشون ساختید چگونه آغاز شد؟ من سعی میکنم خلاصه کنم برای اینکه داستان طولانی است. یه دوستی داشتم، آذر فیروزی، اغلب با هم میرفتیم مسافرت این طرف اون طرف. موقعی بود که من دانشگاه میرفتم، او هم دانشگاهی بود و اغلب با هم بیشتر با هم بوده. تصمیم گرفتیم بریم شمال، ولی ساعت مثلا 7 شب بود، 7 غروب بود. گفتیم که بریم تو کافه باغ شمران، اونجا یه چیزی بخوریم. اون موقع من مشروب خور که نبودم، ولی خب گاهی آبجو میخوردیم. بریم یه غذا و آبجو میخوریم بعد حرکت میکنیم. وقتی رفتیم اونجا نشستیم، دیدم یه جوان بسیار خوشتیپ و خوش بلند بالای اومد ترانه مرا به بوس خون. من به قدری چیزم گرفت، دیدم این صدا اصلا یه صدای خیلی استثنائیه. وقتی خوند و رفت، بعدش یه خانم اسپانیایی اومد به خونه که اونم میگم بهتون. من به این گارسونه گفتم ممکنه به این خواننده خواهش کنید که بیاد سر میز ما. اسمش چه؟ گفت ویگن. من بگید بیاد سر میز ما. آمد و بعد گفتم که آقا شما صداتون خیلی خوبه. گفت بله. ولی من زمانها گذشته، سالها گذشته، فکر کردم که اگر این آذر فیروزی، نمیدونم زنده است مرده است، اگر او اون شب نمیگفت به ویگن که این دوست منو میشناسی کیه، هرگز نه ویگنی بود، نه مهتابی بود، نه چیزی. حالا چرا؟ مگه وقتی من گفتم صدای شما خوبه، بعد گفت متشکرم اینا، این دوست من گفت ایشونو میشناسی؟ گفت نه. گفت ایشون آقای رستگار نژاده که اون موقع ترانه شانه من خیلی سرسده. گفت که شانه تا. گفت آقا چرا برای من یه ترانه نمیسازی؟ گفتم صدای شما فوق‌العاده خوبه، من با کمال میل. هیچ، این هم ما گفتیم، حرفی زدیم. پس از ویگن، این خانم اسپانیایی که خون، دیدم این آهنگ اونقدر قشنگه، اونقدر قشنگه که نداره. این خانمم خواهش کرده با من. بهش گفتم ممکنه خواهش کنم تو اینو بگی من بنویسم این آهنگو بخونی؟ زمزمه کرد، منم نوشتم نوتشو. گفتم اسمش چیه؟ گفت مونلایت. گفتم خیلی خوب. این دیگه تو مغز من موند. آهنگم هم تو با خودم زمزمه میکردم. تا آخر شب که دیگه ما خواستیم بریم، تقریبا شده بود دیگه نزدیک 12 شب. خب این ویگن میرفت و میامد و میشست و صحبت میکردیم اینا. بعدم ازش خواهش کردم، گفتم که چیزه تو چیزای خارجی هم میخونی اینا؟ گفتگاهی میخونم. گفتم گرانادا رو میتونی بخونی؟ اون موقع ماریو لانزا این گرانادا رو خونده بود، خیلی معروف بود. گفت میخونم. رفت خون، بعدم نخون. بعد ماریو لانزا نبود، ولی خب خیلی خوب خون. این بود که منم واقعا به صدای این خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. بعد ما گفتیم ما داریم میریم شمال. تا گفتیم میریم شما، گفت منم میام. گفتیم میایی؟ گفت آره. گفت فقط بذارید من برم خونه، نمیدونم کت بردارم و چی گیتار رو بذارم و عرصه برم. خلصه. بعد به مرتبه گفتم گیتار دیگه نذار، گیتار بیار. خیلی خوب. ما آمدیم، ولی در راه که میرفتیم این آذر ماشین میروند. در راه که میرفتیم این ترانه همینطور توی چیز من بود، مهتاب، و یواش یواش شروع کردم توی فکرم نوشتن این ترانه. تا رسیدیم تقریبا ساعت 2-3 و از شب بود بیشتر، رسیدیم کنار دریا و کوپهی داشتیم اونجا، رفتیم اونجا و اینا خسته بودن رفتن خوابیدم. من دیدم حالا از اصلا نمیدونم، همه چیز دست به دست هم میده، از غذای روزگار
اون شب یک مهتاب بود اونجا، همیشه اونجا با هوا ابریست و بارنده هیچی، منو برد به اونجا که باید ببره و این ترانه مهتاب خلق شد. بعد که تموم کردم ساعت 6 صبح گرفتم خوابیدم، دیدم اینا بلند شدم، میگم بلند شد آقا جون من نخوابیدم اینا بزن بخواب. گفتم من دیشب برای تو ترانه ساختم. گفت شوخی میکنی؟ گفت بس بعد بلند شد. بلند شدیم و خلاصه این ترانه رو من بعد این چنان تحت تاثیر قرار گرفت اینا، هی شروع کرد خوندن و هی شد نوت نمیدونستم در تو موقع، حالا نامی آخری شنیدم، ولی خب من مجبور بودم براش آهنگ، البته آشنا بود برای اینکه اون خانم میخونده اونجا. بعد ساعت تقریبا ده و نیم صبح بود، من یادم حسن گلنراقی و نظام خواجه نوری و لیلی مسعودی دختر عباس مسعودی اینا وایستادن اونجا دارن به صدای ویگن گوش میکنن، ما دور بودیم از جاده فاطمه. تا من گلنراقی دیدم صداش کردم، این منو خب دید، گفت خودم بیا حسن. آمدن بعد گفتم بشی، گفت آقا حز اجازه میدید بشیم؟ ویگن گفت خواهش کنم اینا. گفتم میدونی آقا کیه؟ گفتش که نه. گفتم نمیشناسیش؟ گفت نه. گفتم همونش که دیشب ترانهشو خوندی؟ گفتم این آقای گلنراقی مرا بود. گفت فلان اینا. خلاصه دیگه این باعث شد که ما وقتی رفتیم تهران بلافاصله این خانم لیلی مسعودی ما رو دعوت کرد خونش، رفتیم اونجا و به ما گفتن آقا این ترانه رو باید پخش کنید، شما حیفه. من اون موقع روان شاد زود مردونم، جوانی بود به نام اسدالله پیمان، گوینده رادیو بود، جوانم بود. این اون موقع تو یو اس آی اس کار میکرد، یو اس آی اس تو نادری چیز کتابخانه آمریکا بود، این مسئول ضبط بود. من اومدم به این پیمان گفتم که ما میخوایم یه آهنگ ضبط کنیم. گفت باشی بیا. آمدیم و این رو برامون پیمان ضبط کرد اونجا. با کی؟ با دایی ویگن به نام نیکول الوندی. این توی هتل فردوسی جز میزد اینا. با بند اون بند آورد و آمدیم و پخش کردیم، چیز ضبط کردیم، ضبط کردیم و من اینو برداشتم. اون موقع نوار بود دیگه، نوار رو برداشتم بردم رادیو و خب رادیو هم نفوذی داشتیم و تو شورای نویسندگان تا بردم و قبول کردن و اومدم و دادم و قرار شد روز بعد ساعت 1 بعد از ظهر پخش. من اومدم به ویگن گفتم که این ترانه فردا پخش میشه اگه دوسته. گفت رادیو ما خرابه. گفتم بیاین خونه من. اونو زنش و این دوتا دخترها که امروز بزرگ شدن، کوچیک بودن، اینا اومدن خونه ما، نشستیم ساعت 1 این نشستیم، خبری نشد. 1:15 من دیدم ای وای چقدر بد شد، من جلو اینا واقعا خراب شدم. تلفن کردم رادیو گفتم آقا قرار بود این گفتن آقای فروتن گفته که پخش نشه. آقای فروتن معاون اسفند، معاون آقای معینیان بود، در حالی که از طرف سازمان امنیت اونجا بوده، ما نمیدونستیم البته، ما فقط به عنوان معاون معینیان میشد. من گفتم که چیز آقای من وضع کن به آقای چیز بخواب، با منم آشنایی داشت. گفتم به آقای عباس، الان گفتم از شیادم رفت معینیان نه معاونش، به هر حال گفتم چرا؟ گفتش که شما بیا اینجا با هم صحبت کنیم. خیلی خوب پاشتم رفتم رادیو. فردا گفتش که ناصر این برادرش کاروه. گفتم خب کارو چی؟ گفت کارو شاعر خلقه، به مسخرگی گفت. گفتم چه ربطی به برادر داره؟ گفتم خودش بگه، خودش که نیست. گفت ما نمیدونیم، ولی نه خودش نیست. اما گفتم که نه. گفت نه ما نمیتونیم. گفتم میرم پیش آقای معینیان. گفت برو. من که رفتم برم اینم دنبالم اومد.
رفتم اتاق معنیان خواهش کردم که بخوام ببینم ایشون و ایشون رو بیاره. گفت چیه؟ گفتم والا ترانه ایست من ساختم، شورام گفته اوکی کرده آهنگ و شعر و اینا، و یه جوانی خونده، آقای فرود عباس فروتن نه فروتن برای بدم، ایشون میگه که نباید پخشه برای اینکه برادرش توده‌ایه. بعد معینان به رو شکرد به او گفتش که ترانه چطور؟ گفت خیلی قشنگه. گفت پخش کن. ترانه پخش شد، ایران یه ویژن پیدا کرد. بایستین آهنگ رو بشنویم. بفرمایید. روشنایی آسمان مهتاب، ای چراغ آسمان، روشنی بخش جهان، کو ماه نزد چه شب ها با او در آنجا بودی، فارغ ز دنیا لب ها به لب ها بودی، با یک دیگر ما پیش تو تنها بودی، مفتون و شیدا غرق تماشا بودی. امشب که پیش تو هم او رفته با من ماندم، افسوس رفت و دوران گذر، سر نه هم بر کودم از هجرم، از دچ شب ها با او در آنجا بودی، فارغ ز دنیا لب ها به لب ها بودی، با یک دیگر ما پیش تو تنها بودی، مفتون و شیدا غرق تماشا بودی. آقای رستگار نژاد، از دو خواننده فراموش نشدنی ما و کارهای بسیار عالی اونا برامون تعریف کردید، متشکریم از شما. شما با خانم دلکش هم تو که فرمودین کار کردین، با خانم الهام کار کردید،
آقای مهرپویا، آقای جبلدی و خواهران ابراهیمی، خواهران امادرام. امادرام دوست داریم که راجع به این عزیزان، این هنرمندان هم اگر خاطراتی دارید بشنویم. بله میتونم بگم جان که بیشتر راجع بهش بگید. امادرام نه تنها با من دوست بود و شبها ما رو گذاشته بودن قهرمان حال. ما دوتا شبها تا 3 و 4 نمیخوابیدیم هر شب. خب با هم خیلی ندید. چند تا آهنگش هم من که برای خواهرش ساخته بود برایش شعر گذاشتم روش. و خب نادیا و اون یکی اسمش اونام خیلی خوبم خوندن، خیلی خوب اجرا. بعد و اما جبلی، موقعی که من اگه یادتون باشه گفتم برای آقای احمد ابراهیمی اولین ترانم اون خونده و که دادم به اون خونده با ارکستر آقای سرخوش. اون تو رادیو نیرو هوایی هم پخش شد، رادیوی بود به نام رادیو نیرو هوایی. در اونجا که پخش شد ما موقعی که یکی دو بار رفتم اونجا برای این کار، اونجا من آقای دیدم که این فهمید و اومده بود نگاه میکنه. بعد گفتن که ایشون آقای جبلی. بعد این آقای جبلی گفتش که چیز شما خیلی دلم میخواد که شما برای ما ترانه بسازید. من چون صدا اینو شنیده بودم و میدونستم حالت عربی داره، خوشم نمیامد به خاطر اون حالتهای عربی اینا، گفتم که من آهنگ شعر میدم بهت، ولی آهنگایی که شما دیگه من شعر نمیتونم بسازم، من که دوست ندارم رو آهنگای نیمه عربی بسازم. از جمله ترانه هایی که بهش دادم که تو مایه های ایرانی بود که آهنگش مال خودم بود، اون چیزه اون من و تو گفتی پس از تو ندهم دل بر کس وعده بیهوده چه دهی بر هر کس. نمیدونم چه شعری دارم. خب این پارت ایرانی بود، اما دیدم این ولم نمیکنین. آخرش گفتم خیلی خوب، من میرم برای آهنگشم خودم انتخاب میکنم. این بود که خب من علاقه داشتم به صدای عبدالوهاب و چیز ام کلثوم و اینا رو من اغلب از رادیو قاهره پخش ضبط میکردم. دو ترانه از عبدالوهاب و روش شعر گذاشتم دادم بهش، تا اینکه یه آقایی که با رئیس ارکسترش بود به نام سلمکی، این آقای سلمکی به من گفت من یه آهنگ دارم. من نگاه کردم باز نیمه عربی سینا، اما دیدم آهنگر شد. گفتم به شرط که من تغییری بدم. گفت باش هر تغییری خواستی بدم. من اونجاهایش که خود عربی بود سعی کردم چیزش کنم، به نام کارون ساختم که این کارون مثل شانه توپ صدا کرد. در شبی مهتاب بنگرد در زیر نور ما امواج کارون را، که اونم رفته بودم مأموریت، رفته بودم به اهواز. اولین بار بود که من رود کارون میدیدم و مهتاب و اینا تاثیر گرفتم و اون کارون رو ساختم. بعد برای جبلی هم در حدود 8-9 تا ترانه ساختم که 2-3 تا آهنگای خود منه، یکیش از فریده در مایه سگا که آهنگ و شعر باز مال منه، ولی به هر حال تا اونجا که حافظم یاری میکنه. و بعد به آهنگای دیگرون و عربی رو برداشتم براش ساختم. بودم حالا که این دوست داره بذار من کاملا آهنگ عربی بهش بدم. بعد شمس، برای شمس ساختم. دلیلش این بود که من با بدیعی خیلی دوست بودم، شوهرش بود اون موقع، شمس زن بدیعی. بعد بدیعی خب آهنگایی داشت، بعدم نبود خوب بود، براش میساختم و میداد به شمس میخوند. با شمس هم کار کردم. خب اونم گرفتاری هایی داشت، کار کردن با او هم درد سر داشت، با خود بدیعی هم دائم درد سر داشت و به همون دلیل هم زود جدا شدم. بعد الهه خب کار کردم باهاش، چند تا ترانه ساختم. یادم میاد راجع به الهه چیزی بگم. استادم سرخوش یه روز تلفن کرد گفتش که اولا هر شاگرد آوازی که میاد پیش این استاد منو تلفن میکرد، میگفت خواهش کنم پاشو بیا یه خواننده هست ببینید. میگفت من به ذوق تو ایمان دارم، تو اگه بگی خوبه من
خیلی به من باور کنید تنها شاگرد شدم که من میگفت آقای رستگار نجات. اصلا من هر چی هم میگفتم استاد من ناصرم صدام نمیکرد، میگفت آقای رستگار. حالا یه روز دیدم تلویزیون گفت آقای رستگار نجات بیا یه خواننده هستش زن یکی از دوستان منه بیا اینجا صدای اینو گوش کنیم. من رفتم اونم خونم استو با چادر نماز و شوهرش اونجا بودن و این خانم خون دیدم صدا خیلی خوبه. من و استاد هم سرخوشی نشانه ای داشتیم و اون این که می گفتیم که یه داستانی من براش گفته بودم که زمان ناصرالدین شاه یه کسی که بد خونده بود ناصرالدین شاه بهش چی گفته بود و اون گفته بود من یه پرده اومدم بالا بگیرم اینطور شد. بعد این برای ما یه نشانه بود. بعد سرخوش گفت ایشون یه پرده بالا نمیخونن. گفتم نه حالا اونو براتون نمیتونم بگم داستانش تو تلویزیون. باری و بعد این خانم اومد دو سه جلسه کار کرد و یه روز رفته بودم اون موقع حمامای نمره‌ای بود. رفتم برم همون دم این خانم هستش و اینم داره میری همونو گفت آقای رستگار جان انقدر دلم میخواست شما رو ببینم اینا من دیگه پیش آقای سرخوش نمیرم و رفتم پیش آقای وفادار رو و آقای وفادار گفته ایشون هم با شما کار میکنه. گفتم بله. گفتش که چیزه من خواهش میکنم شما برای من ترانه بسید من ترانه شما رو دوست دارم. این خانم الهه بود. این خانم الهه. بعد دیگه از اونجا ما شروع کردیم با آهنگای وفادار چند ترانه برای ساختم. خالدی برایش ساختم، دختر گلفروش رو برایش ساختم و یادم نمیاد چند ترانه برای الهه ساختم. بعد دیگه با کی یه خانومی بود ملکه حکمت شعار ایشون هم صدای خوبی داشت برای او هم ساختم چند تا رادیو یعنی به من چیز کرد گفت که برای اوشون بسازم. راجب آقای جبلی صحبت کردیم و نحوه خوندن آهنگای ایشون که عربی بود. البته میدونیم که دستگاه‌های موسیقی ما در موسیقی کشورهای دیگه رخنه کرده و وجود داره دستگاه‌هایی که در موسیقی ما هست، ولی استفاده از آهنگ‌های کشورهای دیگه در کارهای تلفیقی که به خصوص اخیراً بسیار تو این دهه اخیر به خصوص بسیار انجام میشه، بایستی که یک آهنگ تلفیقی واقعا حد و مرزش کجا باشه و چه چیزی پایه اون باشه و چگونه بایستی این تلفیق انجام بشه؟ منظورتون تصویری یعنی همون؟ نه تلفیقی. تلفیقی برزن آهنگ متوجه. ببینید این بستگی به مهارت ترانه سرا داره. بله. بعضی آهنگای غربی رو شما نمیتونید شعر فارسی بذارید برای اینکه نوعی ساخته شدنش چطور که مشکله. مثلا من برای خانم شهلا که حالا بعداً راجع بهشون هم صحبت خواهیم کرد ما خواستیم که روی آهنگ لالایی برامز شعر بذاریم و شعرم گذاشتم و ایشونم خوند. ولی شما مثلا روی هر آهنگ برامز نمیتونید بذارید. چراش هم برای اینکه کلمات معرف آهنگ نیست یعنی همخوانی با هم ندارن. ولی شما شانه رو وقتی با آهنگ چیز میکنید انقدر اینا با هم خوب مچ شدن که بستگی داره. بستگی داره چه آهنگی رو انسان یعنی اون ترانه سرا انتخاب کنه که روش شعر بذاره. آهنگ های شرقی از جمله ترکی یا عربی خب طبیعی است که چون به موسیقی ما نزدیکه همونطور هم که شما گفتید موسیقی ما در موسیقی اینا رخنه کرده. من مقاله مفصلی به انگلیسی چند سال پیش نوشتم راجع به موسیقی ایرانی در این گفتم توی پشت یکی از صفحه های منم چاپ شده گفتم که به طور کلی این موسیقی ما بوده که رفته به کشورهای عربی وسیله بناهایی که استخدام می شدن در ایران اینا رو می بردن خانه کعبه و اونا مرمت کنن. اونا چیزهای خوبی نداشتن، معمارای خوبی نداشتن و
و اینا اون خشتا که مینداختن بالا و میخوندن اینا تحت تاثیر داره. و اولین کسی هم که آمد مردی به نام عشی بنی قیس، خودش موسیقیدان بود، آمد به ایران و همین بربط رو برداشت که بعدها عود خودشون گذاشتن و آورد و بده. حتی اسامی ردیف ها و دستگاه های ما رو اینا الان مصرف میکنن، نبا، سگا، راست، تمام اونا رو اونا مصرف میکنن. بله و چون این است که روی این آهنگ های شرقی گذاشتنش راحت تره، میخوره به هم، ولی غربی مشکل تره. بله، در مورد ترانه چطور بایستی جا بیفته در این آهنگ صحبت کردید؟ خیلی سوال فنی است، وقتم زیاد میگیره. اما من سعی کردم خلاصه کنم. ترانه میتونه موفق باشه. ببینید، شما اولا باید بدونید شاعر باید دقت کنه که این آهنگ، اولا ترانه سرای خوب باید حتما موسیقی بدونه. ترانه‌سرای خوب میگم که به ندرت هم پیدا میشه، کم خیلی نیست اصلا تقریبا. و اگر شما موسیقی ندونید، یه مرتبه روی آهنگ شادی یه شعر غمناک میذارید یا روی آهنگ حزن‌آوری شعر شاد میذارید. برای مثال بهتون بگم، مثلا این ترانه که آهنگشو میدونم که چی ساخته، انوشیروان روحانی ساخته. خب در مایه اصفهانه که مایه شادیه و به خصوص ریتمش ریتم والسه که آدم دلش خواهد باش برقصه، سه هشتمه. بعد شعر ببینه چیه. پنهان شد ماه کنعان من. خب این آهنگ ماهو پنهان نمی کنه، ماهو عیان می کنه. اصلا شعر به هیچ وجه معرف آهنگ نیست. و مثال های بسیار زیادی. خب این یک، من یادم میاد که برای آقای حسین یا حقی دایی همین پرویزی که اواخر اون مرد بزرگ بود و شروع من در رادیو با هم آشنا شدیم، گفتش که پرویز یعنی خواهرزادش راجع به شما خیلی صحبت کرده، دلم میخواد یه روز بیای خونه ما. رفتم و یه آهنگی داشت که داد به من، شعر ساختم، منشر همایون پور خوند. بسیار ترانه های من و منشر همایون پور هم خونده. به هر حال این آهنگ در مایه ماهور بود، برای نوروز میخواستن. خب من طبیعی است که چون ماهور بود شعرها شادآور بود. تا اونجایی که میره قسمت دلکش ماهور که حزن‌آور میشه، اونجا من اول یه چیز ساخته بودم. ضمناً اینم به شما بگم، ترانه خوب در خواهد آمد که آهنگساز و شاعر با هم بشینن بسازن بلندشن. در غیر این صورت متاسفانه این ترانه سراها می آمدن به آهنگساز می گفتن تو بگو من مهرشو بنویسم بعد برم شعر بگم. مهر یعنی اون یه چیزی رو با اون آهنگ بنویسم، هر چی، هر کلمه، هر واژه، بعد برم اونا رو درستش کنم، عوض کنم. و این کار یک دلیل این که خوب در نمیاد اینه که معرف نیست و این که در تأثیر آهنگ قرار نمیگیری. این بود که من همیشه ترانه با هر کس که میساختم باید بشینم بسازم بلندشم، بگ سلام، جور دیگه نه. در نتیجه خب این مشکل چیز پیش میامد. این آقای چیز وقتی بهش گفتم که من باید این قسمت رو عوض کنم، گفت خیلی قشنگه شعر اینا. گفتم شعر آره، ولی معرف آهنگ نیست. این اینجا آهنگ خود حزن‌آوره، من باید شعرش عوض کنم. باور کنید این مرد پیرمرد نگاهی به من کرد، گفت آقا ساز میزنی؟ گفتم بله. سنتور میزنم؟ گفت همونه، تو با موسیقی آشنایی داری؟ گفت هرگز من همچی چیزی نشنیده بودم تا حالا. گفتم بله، اونجایی که حزن‌آوره دلم میخواد شعر حزن‌آور بذارم. و اون ترانه رو منظور این که این اصل قضیه است. این یک. دو، آواها. مثلا شما فکر کنید که اگر میخواست بگه دیروز، هیچ نمیشه. تا مهتاب اون صدا میره بالا، باید حتما با الف باشه. ای مونس عاشقان روشنایی آسمان. مهتاب اگر جیم باشه یا چیز دیگه باشه
هرگز اون زیبایی اون صدا رو نمیدی که تو بتونی بکشی الفو. خب اینا رو نکات فنی ترانه خوبه. یه ترانه خوب ترانه ایست که اون وقت تازه از همه مهمتر تو ترانه ای بسازی که مثلا بگی به بچه لبای خوشگلی داری و یه خانوم بخونه. من ترانه شانه رو مکافاتی داشتم، من حقیقتا شانه رو برای ویگن ساختم در حقیقت، ولی برای یه شب تو نادری عباس شاپور رو دیدم، گفتم یه ترانه ساختم میخوام بدم به ویگن، اونو شانه خیلی قشنگه. گفتش که خوب مزه تا خوندم، گفت اینو بده پوران. گفتم آخه شانه است نه. گفتش که خب راست میگی. فردا دیدم پوران تلفن که تو حالا ترانه رو میدی به یکی. گفتم پوری جان من این ترانه راجع به شانه و زن اینا. گفت باشه من میخوام. چه فرق میکنه؟ ترانه سرا احساسشو میگه، که درست هم میگفت، هر کی بخونه میتونه بخونه. گفتم ولی به نظر من اونقدر اصرار کرد مجبورشم بدم اون. ولی البته بعدن چون به ویگن قاله دوتاییشون رو گفتم با هم دوتایی هم خوندن. چه عالی. به هر حال نکات بسیار زیادی هست در ترانه سرایی که من خیلی خلاصه کردم. راجع به کارتون در خارج از ایران بفرمایید. برای بله حادثه از خانم شهلا شما صحبت کردید. بله. برایشون آهنگ ساختید. بله حالا بهتون عرض میکنم. ترانه سرایی. من حادثه اتفاق افتاد که هیچ دلیل نداره بگم، که من گفتم ایران رو ترک میکنم دیگه نمیمونم اینجا. ایران رو ترک کردم و آمدم اینجا و خوشبختانه بسیار موفق بودم. من اولین کسی هستم که موسیقی ایرانی رو در سطح دانشگاه ها آورده بود و لکچر داده و تدریس کرده بود، معرفی کرده بود. بعد خب سالها این کارم بود. یادم میاد اون دکتر گلستانه که هم کلاس من بود، او رفت البته دندان پزشکی خون، من ادبیات خوندم. اون توی روزنامه تایمز چیز نیویورک تایمز دیده بود که راجع من یه کریتیک نوشت، خیلی خوبی نوشته بودن، به من نامه نوشت که چه خوب شد که رفتی، حالا اونجا معروفتر شدی تا اینجا. نیویورک تایمز رد داشته راجع به تو نوشته اینا. حالا دلیلش این بود که یه لکچری توی تاون هال دادم، لکچر کنسرت، یه ریویوی بسیار خوبی از نیویورک تایمز گرفتم. در نتیجه خب موفق بودم. بیشتر دانشگاه‌های معروف اینجا مثل کولومبیا، مثل برکلی، مثل مورهد استیت کالج، اینا من بیشتر اینا رو تاون هال اینا من خب لکچر دارم، کنسرت دارم. و ولی هرگز خواننده اینجا نداشتیم که من ترانه بسرم، اینطوری بگیم. ولی وقتی پای ایرانی‌ها به اینجا باز شد و اینا، دیدم نه، خواننده که من میخوام نیست. و همه الان هم که با شما صحبت کنم، من چند تا ترانه آهنگ و شعر آماده دارم، ولی اون خواننده که میخوام نیست. لازم نیست خوش صدا باشه، ولی اون دلم میخواد اونی باشه که من میخوام. به هر حال تا اینکه یه روز تصادفاً دیدم که برادر این شهلا خانم منو دید و من نشناختمش، چون من بچه بود. من گفت آقای رستگاری، همسایه بودیم. گفت آقای رستگاری جان من نمی‌شناسی. گفتش که من برادر شهلا بودم. گفت من پسر اکبری نژاد هستم. خیلی خوشحال شدم. این بود که اون موقع فهمیدم که شهلا خانم اینجاست و با خانواده‌اش. این بود که دل رفت و آمد داشتیم و اینا. خب گاهی هم موسیقی بود توی چیزامون، تو پارتیام و اینا. تا اینکه یه روز دیدم که شهلا خانم به من گفت که من میخوام یه چیز یادگار برای بچه هم بذارم. من نمیخوام پروفشنال خواننده بشم، میخوام یه یادگاری برای بچه هم بذارم که بدونه که مادرش چه صدایی داشته و فلان اینا. خب صداشم واقعا بی نظیره. بله. بعد گفتم که من تا حالا برای کسی نساختم، میترسم که برای تو بسازم، چون هر چی اومدن به من گفتن از لس آنجلس، یا گفتم من دیگه این کارو نمیکنم. اینه که میترسم دوباره بیان سراغم اینا. و خب دیدم که این بود که
چند ترانه، یکی دو تا آهنگای خودم با شعر خودم، چند تا آهنگای دیگه که به اصطلاح میشد بذاریم درست کردیم و یک سی دی برای شهلا خانم درست کردیم که بعدها چون دیدیم خرجش خیلی رفت بالا گفتیم که خب بذاریم در معرض عمومی. این بود که الان کسی هم اگر بخواد اونا هستش و یکی از اونا که من توصیه میکنم اگر خواستید بذارید چشمان سیاهه. حتما این کار میکنیم در انتهای برنامه این آهنگ رو حتما پخش خواهیم کرد. شما چندین سال پیش بزرگ داشتی برای سپاس از کار شما برگزار شد که آقای منوچهر سخایی در اون شرکت داشتند و یادشون بخیر، یادش گرامی. البته این نوار رو ما جدا از این برنامه به احتمال زیاد پخش خواهد شد و دوستان خواهند دید. با همت شما هم بود، منتها شما براتون حادثه متاسفانه بعدی پیش آمده تشریف نداشتید، ولی نقاشی که شما من کردید هنوز تو قلب من جا داره، تو اتاقم آویزانه. ممکنه که بفرمایید با کدامین مجلات شما همکاری کردید و میکنید در حال حاضر؟ در اینجا در ایران که خب بیشتر شعرهای من هم مجلات چاپ میکردن، اطلاعات، کیهان، چیز جوانان، چیز سپید و سیاه، مجله بدی، اونجا خب خیلی زیاد. اینجا من با هیچ کدوم اینا کار نکردم. مجله چیز جوانان یکی دو بار با من مصاحبه های وسیله منشر سخایی و فرهنگ فرهی کرد و ولی من با اونا همکاری نکردم. حقیقتش اصلا نه دیگه تو اون حال هستم، نه تو اون اتمسفر هستم، نه تو اون چیز. ولی یک روز آقای دوستی دارم، آقای ناصر فرخ، ایشون صاحب امتیاز و مدیر مجله توش است. بله. فصلنامه توشه. در کجا چاپ میشه؟ در لس آنجلس. و این فصلنامه توشه به سردبیری خانم سعیدی سیرجانی، دختر آقای سعیدی سیرجانی. ایشون آمد تو کلاس من، منو پیدا کرد. کلاسی دارم من اینجا که کلاس شعر البته، و اومده بود اونجا و پرسیده بود از این از اون تا بالاخره من پیدا کرد و اومد و به من گفتش که من خواهش کردم بیا بشین سر کلاس. نشست و وقتی کلاس تموم شد گفت من مجله رو سردبیریش رو قبول کردم و منم تا اون موقع ایشون ندیده بودم، نمیشناختم و میخوام قسمت موسیقیش رو شما قبول کنید. من گفتم والا من فعال نیستم در این وقت. اصرار که نه نمیشه اینا. من با خیلی ها صحبت کردم، گفتن از وجود شما باید استفاده شد. منم حقیقتا با بی‌حوصلگی، اما یه چیز به شما بگم چون شما هم نویسنده میدید. مشکل کار اون اوله که شما میخواید شروع کنید، بعد مثل آب خوردن میاد. من قلمو که گرفتم دستم راجع موسیقی ساختم، اومد دیدم با اونقدر دارم من حرف بزنم که حد نداره. در نتیجه در چندین شماره از شماره دوم فصلنامه توشه من فصل اولش رو تاریخ موسیقی رو از ساسانیان تا زمان حال نوشتم. بعد قسمت دومش ردیف ها و دستگاه ها و حالت هایی که اینا دارن، که مثلا دشتی چه حالتی داره، افشاری چه حالتی داره و گوشه ها، اینا رو نوشتم. در دو قسمت راجع به ترانه، چگونه یک ترانه خوب باید ساخت نوشتم که اون رو من توصیه میکنم اگر ندارید خدمتتون بدم بخونید. آقای نستوجا، در جمعی بودیم و شما راجع به موسیقی ضربی صحبت میکردید و این موسیقی رو ما کمتر میشنویم. از خانم غزال صحبت کردید، آهنگی ایشون دارن ای همومی سنگ پاشویت کجاست، که هنوز ورد زبان هاست و یا آهنگ هایی که روح بخش خونده بود و صدایشون رو
خیلی دوست دارم و درسته که این نوع موسیقی با جوی که در ایران هست و رقص زیاد مورد تایید نیست و طبیعتاً چنین موسیقی غری به کمر میاره زیاد متداول نیست، ولی حتی در خارج از ایران هم این موسیقی زیاد شنیده نمیشه و این رو چطور میبینید که بایستی چه کرد در این زمینه؟ ببینید اصولا ترانه با همین چیزهای ضربی اول شروع شده و اینا رو مثلا فرض کنید سر گذرا حافظ داره که چی میگه اون شنیدم که میگه بر سر هر گذری با دف و نی ترسایی. خب میرفتن سر گذرا یکی رو مسخره میکردن برایش یه چیزی میساختن ضربی سایی، بعد یواش یواش این حالت ترانه پیدا کرده و بعدم هر شعر مبتذلی که شما فکر کنید تو این ترانه های اون موقع بوده، بشکنم یا نشکنم قفل در صندوقچه رو، از این حرفا. خب اون موقع اینطور بوده، یواش یواش این آمد شد ضربی، همون که گفتم شد چیزایی که مثل حسین ترانه خونده. یکی از ضربی هایی که من بسیار لذت دارم و حس کردم و فکر نمی‌کنم خیلی ها شنیده باشن، ولی رادیو پخش کرده، نوارش احتمالاً در واقع بنان خونده. بله، با ضربی خود بنان دنبک میزد، خوبم میزد و ضربی خونده خیلی قشنگ. ضربی جان این آهنگ رو به خاطر میارید؟ بله بله، اون این بود، میگفت زت و سر مست و خمارم خبر از هیچ ندارم، اینطوری بود شروع کرد. خب این ضربی واقعی رو مردی به نام مدانیان، ببخشید، حسین تهرانی شروع کرد. من الان خودم دارم، نواری دارم از حسین تهرانی که چند تا ضربی خونده آدم حظ میکنه. خودش باز هم تو ضربی خونده و ای شوخ پری چهره تو مایل به جفایی و اینا. بعد با نهایت تأسف تعجب میکنم که این همه موسیقی ما در ایران دارن کار کنن، هیچ کی روی ضربی کار نکرده، در حالی که بسیار چیز قدیمیه، بسیار قشنگیه، خیلی قشنگه. من حتی تو مقاله که برای آقای اسدی راجب شجریان بود نوشتم، گفتم با نهایت تأسف ضربی دیگه خونده نمیشه، نمیدونم چرا، یا نمیتونن یا بلد نیستن یا نمیخوان بکنن، نمیدونم. به هر حال ضربی با ترانه های حوزی خب فرق میکنه، وگرنه با این ترانه های لس آنجلس هم میشه قرارداد رفتید. من اسم این ترانه ها رو گذاشتم ترانه های مصرفی، یعنی شما 3-4 روز مصرف میکنید بعدم مرزید دور، یه کسی یادی ازش نمیکنه. بعد از 100 خورده ای سال هنوز ترانه مرغ سحر ناله سرکن پخش میشه. یا نمیخوام خود تعریف کنم، هنوز ترانه های من شانه و رقیب و شب و دو هنوز پخش میشه. خب این یه دلیلی داره دیگه. موسیقی ما به آقای کلنل وزیری مدیون هست. خواستم ببینم آیا شما ازشون خاطره ای دارید و خاطره دارم. من همیشه دیوانوار دورادور عاشق کلنل وزیری بودم، همیشه. پدر موسیقی ما واقعا، البته پیش از او آمیزاد حسین قلی بوده، دیگران بودن اینا و اونها بودن، ولی کسی که مدرسه درست کرد و با نوت شروع کرد و دیگران را تشویق کرد و از اون حالت تریاکشی اینا در آورد و گفت باید بیایید به زندیات خالقی، اشاره کرده در کتابش که میگفت شاگرد تریاکی من قبول نمیکنم. این مرد خیلی خدمت کرده، همیشه در دل من بوده. سفری رفتیم من و بنان و پرویز یا حقی و نواب صفا و عرض کنم که دیگه کی بود با ما، رفتیم به شیراز، مهمان خانم نمازی بودیم. شب بعدش گفتن میریم منزل دکتر زرگر، شخ یادم نمیره،
دکتر زرگر کی بود؟ اون موقع شوهر زن سابق بنان بود. زن سابق بنان کی بود؟ خواهرزاده کلنل وزیری ماری. بنان طلاق داده بود یا او از بنان طلاق، حتما هم او طلاق گرفته بود، به اینکه بنان خیلی شلوغ میکرد. در نتیجه او آمده بود و زن آقای دکتر زرگر شده بود. حالا شما فکر کنید که ما داریم میریم خونه کسی که زنش هم الان زنه یکی دیگری، ولی انقدر اینا با هم صمیمی خوب بودن آدم حظ میکرد. رفتیم اونجا و خب نشسته بودیم، یه وقت دیدم یکی از در وارد شد، دیدم این قیافه مثل یه مرتبه، دیدم که ماری رفت گفت سلام دایی، فهمیدم که این کلنل وزیری. شما نمیدید چه حالی به من دست داد. بعد معرفی شدیم، موقعی که گفتش که بنام گفت آقای رستگار نجات کنند، کلنل وزیر نشست و دست داد. بعد از چند گفت شما همون ترانه سگارم، گفت ترانه هاتون خیلی قشنگ، هیچ وقت یادم نمیره. بعد گفتم که استاد من خیلی دم خواست شما رو ببینم، یه چند تا سوال هم دادم. گفت پاشو بریم راه بریم صحبت کنم. ما دیم تو حیاتشون باغچه مانندی بود. گفتم که تو این آهنگسازای امروز، گفتم آهنگای شما، گفتم مخصوصا گفتم این آهنگ شما رو من اگر هزار بار بشنوم سیر نمیشم که روی شعر حافظ ساختید بنا خونده. گفت کدوم؟ گفتم دیشب به سیل عشق راه خواب میزدم. چه شما نمیدونید چه این آهنگ هزار بار من به شما سیر نمیشم. و این هنر این مرد رو نشون میده که چه کرده تو این آهنگ، چندین بار دستگاه عوض کرده. من دارم باری گفتم به خصوص این آهنگتون من هرگز هیچ کدام از تو بچگیم من ترانه های شما رو میشنیدم، خانم روهنگیز خونده بود اینا و حفظ بودم اینا. بعد هم تو راجب گفتم حالا نظرتون راجب آهنگسازهای ایران که آهنگساز خوب کی میشنسید اینا؟ شما فکر کنید کیو گفت؟ کیو گفت؟ آقای رولای خالی، عباس شاپوری؟ با. بعد تا دید که من یه مرتبه مثل که برم صبح گفت میدونم تنها عیبش اینه که خود حالت عربی به کاراش میده، وگرنه بی نظیره در آهنگسازی، که درست هم میگه. شما ببینید به این چند تا نوت توجه کن، ببینید چند تا نوته که هیچ آرایشی هیچی هم نداره، چه آهنگ زیبایی شده. من قطره اشکم که ز مژگان ریزم، هیچ نجه، ولی چقدر زیبا، چقدر وقار داره. خب این بی‌نظیر بود، بی‌نظیر بود واقعا. و بعد گفتم میرم بهش میگم، اگه اجازه میدید برم به خودش بگم. گفت حتما، ولی متاسفانه ندیدمش که بهش بگم که کلنل چی گفت درباره او، برای اینکه من دیگه اون حادثه که برام پیش آمد و تصمیم به ترک ایران گرفتم نشد ببینمش و دیگه من ندیدمش. اما پولانو خب آمد اینجا دیدمش، ازم باز ترانه خواست، برای ساختم که اون داستان جداگانه است. آقای رستگار نجات، بسیاری از آهنگهایی که ترانه های اون رو سرودید جاودانه شدند و نسل های آینده شما رو با این آهنگ ها با خود خواهد داشت و ما در پیام جوان سپاسگزاریم که اجازه دادید که شما رو در این وقت و این زمان داشته باشید. سپاسگزاریم. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.